بسم الله الرحمن الرحيم لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب بالميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز باسلام به شما یکایک بینندگان گرامی اگر بیاد داشته باشید در پایان گفتار قبلی گفتار پنجاه ارز کردم که نکات توضیحی قابل توجهی در پیرامون موضوع غنائم بین النهرین وجود داره که در گفتارهای بعدی با استیبش بپردازم. و حالا در این گفتار این قضیه رو دنبال میکنم محض یادآوری موضوع این بود که برای نشان دادن اینکه اسلام روی کردش نفی استثمار که اسلام روی کردش نفی استثمار است به طور کلی نفی هر گونه ستم ولی به خصوص در زمینه اقتصاد و توزیع ثروت در نفی استثمار کوتاه نمیاد اسلام ارز کردم که این از دیرباز از عصر نخست اسلام قابل ملاحظه کردن هست هرچند که مدعیان تدوین اسلام از جمله فقها ها در تعریفاتشون در تولیداتشون به واقع یک اسلام استثمارگر بی رحم رو به نمایش میذارند هم از بردهداری دفاع میکنند هم از مالکیت های بزرگ زمینداری و اقتاداری فودالیزم و هم ستم های طبقه سرمایه دار که از ولقوم زحمت کشان تا اونجایی که بتونند هرچه بیشتر میرو بایند و پیش خودشون انبار میکنند خب حقیقتش این هست که این همه فقه و فقیه و انواع و اقسام علمای اعلام و مراجع کذایی اونقدر فضا رو منحرف کردن و پر کردن طی قرنهایی که قلم به امکانات به دستشون بود زیاد نباید تعجب کرد که یک کسانی با مستند قرار دادن آثار و کارکردهای اونها به راحتی نتیجه میگیرند که با اسلام نمیشه مبارزه نفی استثمار رو پیش برد شعاری که قبل از خیانت اپورتونیسی هم در جامعه ما مطرح بود مثلا من خودم یادم هست از دوره بچگیم که برو بروی حزب توده بود قبل از کودتای های مرداد و در دوران آزاد صدارت دکتر محمد مصدق اون موقع حضر سوده هم همین حرفا رو میزد و همین نقدها رو علیه اسلام مطرح میکرد که بعدها رسید به دست خایران اپورتونسی و که البته اینها دیگه آمیختنش به جنایت و سوزوندن و قتل و غارت و اینها و یک فاجعه ای رو به وجود آوردند که در به قدرت رسیدن خمینی سهم خائنانه و زیانبار جدی ایفا کردند اینها رو قبلا چون بیشتر راجه بهش عرض کردم دیگه تکرار نمی کنم ولی به هر ترتیب بد نیست که اینو به طور برجسته بگم که اساسا انبوهی از منتقدان اسلام حالا چه از موزه ضد انقلاب چه به طور کلی از موزه ضد مذهبی اول میپذیرند که اسلام همین است که این شریعت مداران دین فروش میگند یعنی یک توافق زمینی خیلی مشخص سر اینکه اسلام چیست با آخوندها صورت میگیره بعد بر مبلای این توافق شروع میکنن انتقاداتشون رو دیگه با هر ابزار و وسائل و بهانه و بعضا به روش های بسیار غیر منصفانه و غیر اخلاقی دنبال میکنند ولی حقیقت اسلام همونطوری که در مقابله با جریان خیانت اپورتونیستی توسط مسعود رجوی اعلام شد حقیقت اسلام یک اسلام نافی استثمار هست این رو هم در اون پنج محور یا پنج مرز سرخی که چندین بار در این گفتارها مطرح کردم و راجع بهش توضیح دادم میشه دید و هم در سوابق و عمل کرده صدر اسلام که یکی از بارسترین نمونه همین موضوع است که با شما در میان گذاشتم موضوع تقسیم غنایم بعد از فتح سرزمین های پر بعد از فتح سرزمین های بین النهرین که همش سرزمین های قیمتی محصولده ده پربار و پر ارزشی بود همونطور که عرض کردم برای یادآوری موضوع از اینجا شروع شد که موقعی که رزمندگان تحت فرمان سعد وقاص فاتحان بین النهرین عراق کنونی مطرح کردن که غنائم رو تقسیم باید بکنی به فرماندهشون این رو مطرح کردن که غنائم رو باید تقسیم بکنی از جمله سرزمین رو که فتح کردیم سعد و قاس مکس میکنه و اقدام نمیکنه به تقسیم این غنائم و موضوع رو ارجاع میده به خلیفه عمر به مدینه خوب چرا مکس میکنه اگر این سرداران و سران و به طور کلی صحابه حضرت محمد مثل مسلمون های عادی حالا فکرشون این بوده که یک دینی هست به نام دین اسلام که یه مشت احکام غیر قابل مناقشه داره که باید در هر صورت و در هر شرایط این احکام مو به مو اجرا بشه خب دیگه جای مکسی نداره که هم در آیه قرآن به سراحت آمده که قناعیم جنگی رو باید بین رزمندگان تقسیم کرد و هم در رویه که از طرف حضرت محمد به ثبت رسیده و همه هم روش اجماع داشتن که حضرت محمد این تقسیم غنائم رو خودش به دست گرفت و به طور متفاوتی متفاوت نسبت به دوران جنگ های جاهلی غنائم رو تقسیم کرد چون در دوران جاهلیت هر کسی هر چی دو میدان جنگ به دست می آورد سلاحی پولی لباس ارزشمندی از مقتولین دشمن خب دیگه مال خودش بود حضرت محمد تفاوتی رو که اعمال کرد این بود که غنائم جمع میشد رو هم و به تساوی بین تمام کسانی که در اون جنگ حضور داشتند تقسیم میشد اما از کسی که مستقیما با دشمن برخورد داشته و کسی رو کشته یا نه فرض بکنید که تدارکات چی بوده برای بقیه یا به طور کلی در صحنه درگیری فرصت پیدا نکرده حضور بکنه این تساوی سهم برابر خب یک نوآوری چشمگیر بود که حضرت محمد اینو اجرا کرده بود خب بر ترتیب هم آیه قرآن بود و هم سیره حضرت محمد بنابراین معنی نداره که سعد مکس بکنه و ارجا بده به مدینه حالا به خاطر اینکه بحث طولانی نشه توضیح اینکه چرا مکس کرد رو خوب هست در اون چه که در مدینه رخ داد دنبال بکنیم در مدینه اولا عمر فورا جواب نداد به این گزارش و به این کسب تکلیفی که از طرف سعد رسیده بود با بزرگان صحابه مشورت کرد خب میتونست بگه که مثل ولی فقیه مثل ولی فقیه خودکامه ای رو که حضرات ادعا میکنن که حق دارن چنین بشن خب میتونست جواب بده جوابش هم حتما اجرا میشد ولی با دیگران مشورت میکنه قابل توجه این که صحابه حضرت محمد که طرف مشورت عمر قرار گرفتند و طی 23 سال با حضرت محمد زیسته بودند و با اعمال و رفتارش آشنا بودند توشون اختلاف بروز کرد دو تا نظر دو نظر متضاد به وجود آمد همونطوری که در گفتار پنجاه گفتم حضرت علی و معاذ ابن جبل در یک جبه بودند بلال و زبیر و بعضی دیگه در جبهه مخالف بودند جبهه حضرت علی حرفشون این بود که این زمین ها نباید تقسیم بشه اون یکی جبهه میگفت که نه چه فرقی میکنه اینها ها هم غنائم هست باید تقسیم بشه این بیشتر آشکار میکنه که اساساً این فکر و شعاری که توسط سران دین فروش ارتجا مطرح میشه و به خورده همه داده میشه که اسلام برای همه چی قانون تعیین کرده از آداب زندگی فردی و خانوادگی و نحوه عبادت و اینها تا همه چیز نه این رخداد نشون میده که همچه احکام حاضر آماده ای نبوده و موقعی که به استدلال های اینا توجه میکنیم این بیشتر آشکار میکنه چون به فلسفه و روح اسلام استناد میکردن توی اسلام چون به فلسفه و روح اسلام استناد میکردند نه به این متن یا اون متن این رویه ای که قبلا توسط حضرت محمد اجرا شده یا اون رویه ای که اجرا نشده شیوه استدلال هم اینجوری نبوده خب پس ملاحظه می‌کنید که شایعه داشتن چیزی به نام احکام شرعی که تمام امور رو ریز به ریز برش قانون تدارک دیده باشه و عرضه کرده باشه این وجود خارجی نداشت آری حالا در دوره ما توی فقه مذاهب مختلف احکام بسیاری میبینیم ولی اینا همه احکامی است که تدریجا صاحب نظرا با استنباط خودشون تولید کردند خب اغلب در خدمت قدرت این کار رو میکردن یعنی برای راه کار حاکمان زمانشون و در نتیجه این پیش میرفته اجرا میشده تربیج شده با قدرت ولی اینها استنباط های افراد هست نظرات اشخاص انسانی هست نظرات یک مشت صاحب نظر خطاپذیر هست و نه لزوما اون چیزی که بر اساس مبانی اسلام و رهنمود اسلام می نظر داد می بایستی کرد و می بایستی وضع کرد خب این دو تا نکته یکی اینکه با وجود متن قرآن و رویه و سنت حضرت محمد اینها شک داشتن که ظاهر و ملفوظ لفظ آیه رو یا ظاهر عمل کرده حضرت یا ظاهر عمل کرده م... یا ظاهر عمل کرده حضرت محمد رو شروع بکنن مو به مو اجرا کردن قرار بر این نبوده این فهمه صحابه حضرت محمد بود عمل کردن به قرآن و عمل کردن به سنت حضرت محمد به مفهوم قشریگری اسیر کلمات و ها بودن یا تکرار مو به موی اون چه که توسط حضرت محمد صورت گرفته در دورانهای دیگه با اختزاعات دیگه همون رو تکرار کردن اصلا این نبوده تو فرهنگشون تو فکرشون توی برداشت دینیشون به این ترتیب ملاحظه میکنیم که اون چه که صحابه حضرت محمد در طی دوران 23 سال از پیامبرشون آموخته بودند اندیشیدن و فکر کردن و به اندیشیدن و فکر کردن مسئولانه نسبت به روح و فلسفه اسلام بود که چجوری باید زوابت تعریف کرد و تدوین کرد و بیان کرد که اون فلسفه جاری بشه اون هدفگیری اسلام اون روی کرده اسلام پیش بره که البته شکل اجرایش در شرایط مختلف تاریخی میتونه متفاوت باشه و هم شکل نباشه پس به این ترتیب ببینید اجتناب از قشریگری انگار به اندازه تاریخ اسلام همین به اندازه همین 1400 سال سابقه داره بعدها قدرت های حاکم زینف بودند در ترویج دادن نوعی اسلامگرایی قشری مو به مو این متن یا اون متن رو پیاده کردن مو به مو این سنت یا اون سنت رو تکرار کردن تازه این اگر متن و سنتی وجود داشته باشه چون میبینیم که برای بسیاری از قوانین و ضوابطی که بشر توی زندگی اجتماعی یا زندگی فردی بهش نیاز پیدا میکنه همچه متن مشخصی وجود نداره که یا سابقه بر رویه ای وجود نداره خب حالا موقعی که عمر این رو مطرح کرد و اختلاف به وجود آمد به طوری که منابع تاریخی نوشتند سه روز هم طول کشید یعنی بحث ها و جدل ها و تبادل نظر و اینها سه روز طول کشید که با هم گفتگو کردند تا رسیدن به نقطه ای که عمر سران صحابه رو جمع کرد و وقتی که تصمیم خودش رو اعلام کرد دیگه همگی به اتفاق گفتن که یا امیر المومنین رأی درست همین رأی است که تو داری که عرض میکنم که تصمیمش چی بوده خب اینجا قابل توجهه که در این سه روز که بحث و تبادل نظر میکردند نحوه بحثشون چه جور بوده به طوری که توی متون تاریخی مشاهده میکنیم طرفداران این که زمین نباید تقسیم بشه زمین های فتح شده نبایستی تقسیم بشه و در نتیجه راه حل خراج رو دادن که در گفتار پنجاه عرض کردم جوانه به تکمیلیش هم خدمتون عرض خواهم کرد اینها توی استدلالهاشون به سه آیه قرآن استناد میکردند که خودش کاملا قابل توجه هست نیاز به تکرار نداره که راجع به استدلال های گروه طرفدار تقسیم زمین ها دیگه بحثی لازم نیست بکنیم چون بارها تکرار کردم اونها استنادشون به آیه غنیمت بوده از سوره حشر و همینجور به رویهی که حضرت محمد عمل کرده که غنیمتها رو تقسیم میکرده به تصاوی یعنی پیروی مو به مو و قشری از الفاظ یک متن قرآنی یا از ظاهر عمل کرده یک روی یک حضرت محمد عمل کرده بود خب راجع به اونها گفتنی نداریم ولی این جماعت به سه تا آیه یعنی هر کدومشون به یک یا دو یا سه, سه آیه استناد میکردن که در مجموع سه تا آیه رو با هم نگاهی میکنیم یک آیه عبارت هست از آیه دهم سوره الرحمن که میگه بل ارض و حال انام خداوند زمین رو برای مردم مقرر کرده و آفریده زمین مال مردم هست نه مال آهادی از مردم که به شیوه های مختلف یا غنیمت یا خریدن یا به هر شیوه دیگری مالکیت خودشون رو اعمال کردند یک آیه دیگه آیه این جا فی خریف است آیه سی از بقره آیه معروفی که همه ما به گوشمون خورده که خداوند در بیان مقصود و نظرش از آفرینش انسان اینجوری فرموده که این انسان خلیفه و از به خدمت شما پیش برنده اراده خداوند در روی زمین هست پس موقعیت انسان نسبت به زمین سایه خدا بودن گماشته خدا بودن نماینده خدا بودن و خلاصه همونطوری که قرآن تعبیر کرده خلیفه بودن هست انسان نه افراد مشخصی از طبقه مرفه به زمیندار از این آیه استفاده میکردن که خب زمین باید خیرش به همه به همه انسان ها برسه نه اینکه یک جوری تقسیم بشه به تملیک بشه که یک معدودی بشن مالک زمین یا بزرگ مالکانی که تقریبا در تمام دنیا این تجربه به وجود داره و بقیه بشن رعایا و زحمتکشان گرسنه و محروم و با تمام عوارض و عقب افتادگی های به و اخلاقی که ایجاد میکنه یک آیه دیگه هم همون آیه سوره حشر هست که یکی از پنج محوری رو که قبلا روش بحث میکردیم به همین آیه مستند هست و اون این هست که یک جوری نکنید که ثروت در دست یک عده محدودی بگرده و بقیه ازش بی‌نصیب باشند که لا یکون دولت بر الاغنیاء منکم سوره 8 آیه 7 خب ملاحظه کنید که میان این ستایی که بهش استناد میکنند روشنترینش همین استدلال سوم هست که خیلی واضح و آشکار اولا در زمینه تقسیم غنائم این آیه اومده در سوره حشر و به طور مشخصی هم اصلا بحثش راجع به ثروت و دارایی و تملیک و عرض به خدمت شما برخورداری از منافع و سرمایه ها هست که محدود میکنه که نبایستی مناسبات یه طوری باشه که ثروت بتونه در دست تعداد معینی طبقه معینی افراد معینی انحصاری بشه بین همون ها بچرخه و بقیه محروم باشند از مجموع این ستا که دقت میکنیم به روشنی قابل فهم هست که صحابه حضرت محمد در استناد به هر سه آیه در حقیقت دنبال روح اسلام دنبال رویکرد اسلام و دنبال فلسفه قانونگذاری و تشریع شرایع بودند فلسفه اسلام رو کنار نمیذاشتند تا اسیر قشره، تا اسیر قشری این آیه یا اون رویه به نام سنت بشند خب یک بار دیگه توجه بکنیم که این حرفایی رو که میزنیم متعلق هست به نیم قرن اول تاریخ اسلام اصلا نیم غرنم که عرض کردم شاید اضافه باشه چون چند سالی بعد از وفات حضرت محمد مثلا حدود سالهای 28 تا یا 30 هجری یعنی از قدیمی ترین اولیه ترین سابق منترین تجارب مسلمون ها و صحابه حضرت محمد که اولا اختلاف پیدا کردند معنیش این هست که چیز تدوین شده یه چه کشکاری شده یه چارچوب بندی شده ای به نام احکام اسلام وجود نداشته بایستی مسلمون ها خودشون فکر میکردند و تشریع میکردند و قانون در می و راهل در می این اولا و ثانیا استناد به فلسفه به روح اسلام نه به ظاهر عمل کردها این برخلاف ظاهرگرایی هایی که اونقدر ظاهرگرایی رو متاسبانه دنبال میکنن که عملا ما میبینیم که مثلا خرما شده یک میوه مقدس چون حضرت محمد مثلا با خرما افتار میکرده و از خرما تعریف کرده خب بله غوت معمولی اون زمان به اون دوره بوده شکرش رو به جا آورده از خرما تعریف میکرده و خورما میخورده آخه این چه پی داره به این که خرما تبدیل بشه به یک میوه مقدس یا یه حاله از تقدس مثلا روش سوار بشه این در پوشیدن، در خوردن، در آداب زندگی، در رویه ها همیشه شرایط روز سهیم هست به دخالت میکنه و این چسبیدن به این ظاهر اعمال ظاهر حرفها و اشکال ظاهری این آیه یا اون سنت اصلا درست نیست خب من بایستی عرایز ما جمع بکنم چون آخر وقت هست به ادامه یه حرفا رو موکول بکنم به گفتار بعدی ولی از همین سانیه های آخر استفاده بکنم که در گفتار بعدی نسبت به خود موضوع خراج هم ما باید یک نگاه عمیق تر داشته باشیم که خدمتون ارز خواهم کرد تا اون هنگام خدافظ همگی شما